سال 1357 یک انقلاب ریلگذاری تاریخ در ایران را تغییر داد. مردمی به خیابان آمده بودند تا در پناه شعارهای رهبرشان به دنبال مقام انسانیت بگردند. اما آنچه اتفاق افتاد سرکار آمدن حکومتی مذهبی بود که کرامت آنها را به خطر انداخت. آنها را در مضیقه قرار داد و سالهاست بسیاری از مخالفان و حکومت برابنده از همان انقلاب میگویند که ملت ایران در 42 سال گذشته گروگان حکومت بودند. راستی چرا و چگونه چه اتفاقاتی در تاریخ 42 سال گذشته رخ داد که به جای آزادی گروگان بودن را برای مردم ایران برمغان آورده است؟ به شطرنج این هفته خوش آمدید. برای بحث پیرامون آنچه که ثمره انقلاب سال 1357 خورشیدی در ایران و آنچه بر زندگی مردم ایران در این 42 سال گذشته، دعوت کردم اینجا در این استودیو از سام رجبی، قهرمان ملی پوش رشته جودو، و همچنین از فعالان سیاسی که ما رو در برنامه امروز همراهی کنند، و از طریق ارتباط تصویری در مشهد سرکار خانم فاطمه سپهری، از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره که خواستار استعفای علی خامنه ای، انحلال قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد هستند، ما رو همراهی میکنند. همچنین سرکار خانم لادن برومند از مؤسسان بنیاد دکتر عبدالرحمن برومند از واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، در طول بحث امشب با ما هستند. و در تهران نیز به استقبال گفته های آیت الله حمید معصومی تهرانی، شخصیت متنفذ مذهبی منتقد رژیم اسلامی در تهران، نیم که به اتفاق با هم به گفتگو خواهیم نشست. خیلی خوش آمدید همه عزیزان. خانم برومند، اجازه بدید که بحث رو با شما شروع کنم. 42 سال از وقوع انقلاب سال 1357 گذشته و به راستی ثمره این انقلاب برای مردم ایران چه بوده؟ این روزها مقامات جمهوری اسلامی انقلابشون رو پر از نعمت و برکت برای خود میدونند، ولی به راستی مردم چه ثمره ای از این انقلاب بردند؟ و اگر همین امروز از مردم ایران بپرسیم جمهوری اسلامی آری یا نه، جواب اونها چیست و چرا؟ اجازه بدید با سلام به شما و بینندگان عزیزتون بگم که سوال آخرتون رو اول میتونیم پاسخ بدیم، برای اینکه اگر به خاطر داشته باشید یکی دو سال پیش مؤسسه گمال یه نظرپرسی کرد در رابطه با جمهوری اسلامی آری یا نه، و جواب اکثریت پاسخ دهندگان نه بود. یک درصد از این، درست به خاطرم نیست، 70 یا 80% پاسخ دهندگان گفتن نه. اما از اینکه ثمره این انقلاب چی بوده، اون رو در دو بعد جداگانه میشه بررسی کرد. یکی از نظر تاریخی و مادی وضعیت کشور، وضعیت مردم، که خب میشه گفت که ثمره این انقلاب به صورت مدام بدتر شدن وضع مادی مردم، امکاناتشون و به اصطلاح عقبگرد بزرگی بود. یعنی از با امکاناتی که ما در این 43 ساله اخیر داشتیم با درآمد نفت، اگر که حتی در همان نظام سابق هم مونده بودیم، مسلماً وضع مردم کشور از نظر مادی، اقتصادی، از نظر اجتماعی، حتی از نظر اخلاقی خیلی بهتر بود. متاسفانه نظام‌های تمامیت خواهی که خودشون رو مقدس می‌کنن، به از همپاشیدگی و از همگسیختگی شیرازه‌های اخلاقی جامعه رو باعث میشن و خشونت در جامعه زیاد میشه، فقر و اعتیاد در جامعه زیاد شده. به طور کلی معضلات اجتماعی خیلی زیاد بوده در این 40 سال. در سال 1357 اکثریت مردم ایران با فکر و فرهنگ دموکراسی لیبرال، با آزادی و خودمختاری فرد آشنایی چندانی نداشتند، و به همین دلیل هم آیت الله خمینی توانست به سادگی همه رو دور محور چند شعار متحد کنه، به خاطر اینکه چپ ایران، ملیون ایران، هیچ کدوم اینها اولویتی برای دموکراسی و حیثیت فرد قائل نبودند. اما در این 40 ساله دو مسئله مهم داره به طرف بومی شدن میره، دو
دو ویژگی فرهنگی خاصی به طرف بومی شدن میره. یکی مردم با پوست و گوشت خودشون نفی حیثیت و حق طبیعی فرد رو حس کردن و در واقع جمهوری اسلامی به عنوان یک مدرس بسیار مؤثری این حقوق و این حیثیت رو به عنوان یک مسئله و اولویت برای در سطوح مختلف جامعه، فقط نه فقط بر تحصیل کردگان یا کسایی که دانشگاه رفتن، بلکه در سطوح مختلف جامعه مطرح کرده. یکی دیگه که اون هم برای دموکراسی بسیار مهمه، رابطه فرد و دین و مذهب و نقش شرع در آینده سیاسی ایران، که اون هم تا حدی دوران مشروطه سعی کرد اون رو حل کنه ولی هیچ وقت درست حل نشد و الان اصلاحگران دینی که به صورت رادیکال با این قضیه روبرو شدن راه حلی پیشنهاد کردن که به طور کلی شرع، قوانین شرعی و فقهی رو به تاریخ می سپره و آزادی انسان و خودمختاریش رو اولویت می ده. بسیار متشکرم. البته خب از لقمان حکیم هم پرسیدن که درست که آموختی گفت از بیادبان، این کردیتش مال لقمان حکیم نیست، مال بیادبان نیست، متعلق به لقمان حکیمه. اما خانم سپهری شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید ثمره انقلاب سال 1357 در طول 42 سال گذشته برای مردم ایران، یعنی من و شما که با گوشت و پوست و استخونمون تو این حکومت زندگی کردیم، چه بوده؟ با سلام به شما و مهمانان برنامه و دوستانی که ما رو میبینن و میشنون، من ثمره انقلاب 57 رو فقط زیان برای ملت ایران میبینم و میدونم و مطمئنم. جمهوری اسلامی که سر کار اومد تمام زندگی مردم رو تحت قرار داد، فقر زیاد، گسترش تروریسم در منطقه خاورمیانه و در دنیا، و بعد هم گرفتن اون حق و حقوقی در زمان پهلوی به ملت ایران داده شده بود، به خصوص زنان این جامعه. به محضی که جمهوری اسلامی اومد روی کار، همه حق و حقوق ملت رو ازش گرفت و اصلا فرصت نداد که مردم بفهمن و ببینن که چه حکومتی قراره بیاد سر کار. بلافاصله به نام رفراندوم، که من اون رو یک بیعت میدونم، در 58 فروردین شروع کردن و از مردم بیعت گرفتن و آقای خمینی بلافاصله گفت نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر جمهوری اسلامی، و نه نظر مردم را خواست و نه اجازه داد که مردم حرفی بزنن. اونهایی که نظر داشتن نظری بدن، اونهایی که میتونستن حرف بزنن اجازه حرف زدن را از مردم گرفت، مطبوعات رو جلوش رو گرفت و هیچ اجازه نداد که مردم بفهمن چی میخواد به سر مردم بیاد و براش مهم نبود. و اتفاقی که افتاده که الان روز به روز حال مردم بد و بدتر میشه، یکی به اعدام جمهوری اسلامی از دنیا میره، یکی به نبودن داروی کرونا از دنیا میره و شدیم یک ملت گروگان گرفته در دست جمهوری اسلامی و در رأس اون آیت الله خامنه‌ای که میاد میگه اجازه نمیدم که دارو وارد کشور بشه، ولی یک طالبانی که از روزی که روی کار آمده در هفته مرداد 77 تمام دیپلمات‌های ایران رو در سفارت کشتن، مثل یک کشوری رو بکشن، چون سفارت هر کشور به منزله کشورش هست، و هنوز که هنوز یک نقطه سفیدی در پرونده طالبان نیست و الان چند روزه که ما پذیرای طالبان در کشورمون هستیم و حتی یک بار طالبان عذرخواهی نکرد از مردمی که پشت اونا رو از خانواده های اونا و ایران بدون هیچ توجهی به خون کشته ها و بدبختی ملت داره زندگیشو پیش میبره. و آقای شمخانی میاد میشینه جلو دوربین میگه ما با طالبان در ارتباطیم که اونها با آمریکا دارن میجنگن. چه حرف مزخرفی، چه حرف بسیار توهین آمیزی به ملت ایران. اگر میخوای صلح کنی برو با آمریکا صلح کن، نه با یک طالبانی که یک نقطه سفیدی در پروندهش نیست. بسیار متشکرم از شما خانم سپهری. آقای آیت الله معصومی،
مسئله همینجاست. مسئله اینجاست که وقتی ما از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم نمیتونیم بدون توجه به ایدئولوژی بنیادین این حکومت که اون هم اصل ولایت فقیه هست و همه چیز رو در شخص رهبر پیشین و کنونی جمهوری اسلامی تجمیع میکنه برای ایجاد مشروعیت برای رژیم صحبت کنیم. نقش شخص ولی فقیه و ایدئولوژی ولایت فقیه رو تا چه حد در این ثمره‌ای که سرکار خانم ها برای امروز ایران در پیامد انقلاب 57 میبینند مؤثر میدونید؟ بندم سلام میکنم خدمت شما و مهمانان گرامیتون و همچنین بینندگان محترمتون. ببینید این که قطعا خیلی تأثیر عمده ای رو داره، اما بذارید من جواب پرسش شما رو از طریق تحلیل مرحوم آخوند خراسانی بدم در رابطه با مثلا مسئله اصل ولایت فقیه، که این اصل ولایت فقیه ایشون حالا من تو بخش‌های مختلف اگر شد تیکه‌هایی از این تحلیلش رو براتون میخونم که مردم بدونن که روحانیت اصل ولایت فقیه رو باهاش مخالفت داشت به این دلیل. ایشون میگه که این ادعا که اگر حکومت در دست ما روحانیون باشد اوضاع اصلاح خواهد شد فقط یک احتمال است و نه یک پیشبینی قطعی و یقینی. آنگاه در مقابل ضربه خوردن به اسلام یک امر قطعی است. بنابراین عاقلانه نیست که ما به دلیل یک نفع محتمل که احتمال خلاف آن هم وجود دارد یک ضرر بسیار بزرگ یقینی را بر خود هموار کنیم. خلاصه این دستور عقلایی یادمان نرود که پایت را به اندازه گلیمت دراز کنیم. ببینید اون موقع میدونستن این مبحث ولایت فقیه ثمرش ویرانی یک مملکت هست. تو بخش‌های مختلف مرحوم آخوند که می‌دونید یکی از شخصیت‌های دوران انقلاب مشروطه است، مسئله ولایت فقیه رو که آقای نائینی طرح کردش و آقای خمینی این رو یک جورایی دنبال روی کرد ازش، چون به این صورت در اون موقع نقل کرده و روحانیت بیشتر توی این قسمت. عذرخواهی میکنم، بعد از 42 سال که از این فضا گذشته، از روی کار آمدن ولایت فقیه گذشته، امروز ولایت فقیه با جامعه ایران چه کرده؟ تأثیر این ولایت، تأثیر عینیش رو در جامعه امروز ایران چه میبینین خود شما؟ تأثیر عینیش دقیقا همین نداشتن مدیریت. آقایون پاشون از گلیم خودشون دراستر کردن، وارد به یک مسائلی رو شدن که درش هیچ گونه تخصصی نداشتن، کشور رو ویران کردن، مردم رو فقیر کردن، از دین برگردوندن، اخلاقیات رو از بین بردن و این کشوری هستش که الان این ولایت فقیهی که فقط مبناش یک سری تفکرات غیر واقع دینی هستش، برای ما در این 42 سال دیگه علناً و عیناً واسه ما مشخص شد. یه از این واضح‌تر دیگه تئوری دیگه نیست، دیگه در عمل آمده اجرا شده و داری میبینی. بسیار سپاسگزارم آقای رجبی. مسئله همینجاست، جامعه امروز کشورمون عموماً جوان هستند، بخش بزرگی از جامعه کشورمون جوانند. از اون سمت هم ما آنچه که وجود داره همین رهبران پیرسال هست که در عرصه قدرت رسیدن، همین تفاوت سنی بین رهبران و گردانندگان حکومت و مردمی که اکثرا جوان هستند خودش فاصله بین حکومت و مردم ایجاد میکنه. فکر میکنید این فاصله، این شکاف چقدر عمیقه و چقدر جامعه ایران از درک رهبرانش و رهبران جمهوری اسلامی از درک جامعه امروز ایران قاصرند؟ اول درود بر همگی. فقط تفاوت سنی نیست، واقعیت تفاوت فکری خیلی مهمه. این افرادی که امروز روز دارن بر ما حکومت میکنن، قوانینی بر حکومتمون، بر ایرانمون حاکم کردن. جوون امروزی اما با دنیای تکنولوژی، با اینترنت، با اینها سر و کار داره، با گوگل در کسری از ثانیه اخبار رو میشنوه. اونها میدونن در غرب، در اروپا، در آمریکا جوانان اونها چگونه دارن زندگی میکنن، آزادی ها رو شناختن، دموکراسی رو شناختن. اینها نمیتونن بر بتابن که یک
دیکتاتوری متحجر تک نفره بتونه بیاد برای اینها تصمیم بگیره، نه تنها بر اساس دنیای امروزی، بلکه بر اساس قوانین یک شخصی، حالا 1400 سال پیش هر چیز دیگه ای، بیاد قوانین رو بر اساس اون مملکت داری بکنه. برای همین این گپ و این فاصله بسیار بیشتر از اون تفاوت سنیه که وجود داره و تفاوت نسلیه. جوون امروز داره میبینه دنیای امروز رو، میدونه که از ابتدایی ترین حقوق خودش برخوردار نیست، از آزادی های شخصی، آزادی های اجتماعی برخوردار نیست و این رو داره حس میکنه و حق داره که خشمگین بشه، چون دنیای غرب رو داره مقایسه میکنه و متوجهه که بسیار عقب افتاده و این خشم خشمیست که باید وجود داشته باشه و حق به اون هست. بسیار متشکرم. خانم سپری، اگر برحال شرایط سن و سال اقتضا کنه، سخنرانی مشهور آقای خمینی رو یادتون هست که گفته بود به این مقدار راضی نباشید، ما شما رو به مقام انسانیت میرسونیم. اما آنچه که شرایط اقتصادی امروز کشورمون هست، این که مردم در بسیاری از شهرها همین روزهای گذشته برای یک بسته روغن مایع یا روغن خوراکی ساعتها در صف در شرایط اپیدمی کووید 19 میستند، پندمی کووید 19 میستند، آیا واقعا اون شعار آقای خمینی، اون وعده آقای خمینی که میخواست ایرانیان رو به مقام انسانیت برسونه محقق شده؟ آقای خمینی اون موقع که سخنرانی رو کرد، من حدودا 10 سالم بود، ولی شنیدم که ما شما رو به مقام والای انسانی میرسونیم. مگر قبل از انقلاب مردم آدم نبودن؟ انسان نبودن؟ آقای خمینی وقتی اومد روی کار، قبل از اون در اون انقلاب سفید شاه و ملت، اون زمان مخالفت رو شروع کرد، چون بسیار مخالف بود با حقوقی که به زنها داده می شد. و وقتی هم آمد مخالفتش رو اعلام کرد، چون بسیار زیرک و عیار بود، متوجه شد که زنها بر علیهش امکان داره قیام کنن، برگشت گفت این آزادی که به زنها دادن فحشا به وجود میاد. ما با سینما مخالف نیستیم، ولی با فحشا مخالفیم. به اینها همه شعارهایی بود برای فریب ملت، برای فریب مردم. الان هر کس رو که بپرسید، چه داخل چه خارج کشور، همه ناظر حال مردم ایران هستند. همونطور که شما گفتیم، برای یک روغن مایع که خورده نمیشه و به اجبار ملت دارن اون رو استفاده میکنن، گیر نمیاد. شرایطی برای مردم مهیا کرده که بسیار مردم متنفر از همه رفتارهای این حکومت شده، چرا که اقتصاد مردم رو خراب کرده. و وقتی اقتصاد مردم خراب بشه، سلامت مردم، روان مردم، امنیت مردم، همه چی به خطر افتاده و هیچ چی به ملت نداد و هر چی هم بود از مردم گرفت و خراب کرد و دروغ گفت و دروغ پشت دروغ. تا امروز که آقای خامنه ای میاد و جلو دوربین میشینه میگه من اجازه نمیدم. ما گروگانیم. بازم من حرفم رو تکرار میکنم، و تا اینا باشن، جمهوری اسلامی باشه، ما روز خوش نداریم. ما امنیت نداریم، ما آزادی نداریم، هیچ حق و حقوقی نداریم. بسیار متشکرم از شما آقای معصومی. اتفاقا مسئله همین بحث بازی با اعتقادات ملتی هست که فریب داده شدند، آنچنان که خانم سپهری هم میگه. مدعی عدل علی بودند بنیانگذار انقلاب، رهبران انقلاب و بنیانگذاران جمهوری اسلامی. مدعی این بودند که وارثان پیامبر هستند، خود رو نائبان بر حق امام زمان لقب دادند، ولی هیچ اثری از عدالت در حکومتشان در این 42 سال دیده شده؟ چه کردند به راستی با اعتقادات مذهبی مردم، چون که خود شما هم از خطر یقینی اون صحبت به میان آوردید؟ حالا من خدمت و عرض کردم که یک بحثی رو که هست اینه که این حرفا من نمیزنم، این حرفایی هستش که در دوره مشروطه مرحوم آخوند زده بود. ببینید، یک قاعده ای هستش، شما میایید اون رو میخواید اجرایش بکنید و نتیجهش مشخصه. همین مسئله رو هم که الان شما دارید عدل علی رو میگید، من الان دارم دنبال همین این
بخش میگردم که اتفاقا آقای آخوند خراسانی به همین موضوع هم رسیده که اگر کار دست آخوند ها بیفته پدر مردم رو با همین داستان ها در میارن. اتفاقا میگه اگر حکومت به دست یک تن یا یک طایفه از ما بیفتد و بنابر استفاده از قدرت در جهت پایین و بالا بردن افراد باشد، آن وقت دیگر حساب همه به هم می‌ریزد و یک طایفه از ما به عنوان مافوق معصوم قلمداد می‌شود و یک طایفه به عنوان مادون حیوان. خب ببینید آقا، این چیزها وقتی که یک تئوری بنیاد غلط داشته باشه، مخصوصا تو مبانی دینی، شما هر کسی رو بیارید بذارید، حالا ایشون صحبت از آقای خامنه‌ای میکنه، من قبلش هم گفتم آقا ما مشکلمون آقای خامنه‌ای نیست، ما مشکلمون این ساختاره. شما اگر سید محمد خاتمی رو بیارید بذارید، صد پله از این آقا بدتر میشه، کسی دیگه ای رو بیارید بگذارید، صد پله از این بدتر میشه. ساختار معیوبه، اون قاعد و ضابطه ای که بایست باشه درست نیست. اگر شما خود امام زمان رو هم بیارید بگذارید، باز خروجش همین میشه. ما نباید به این مسئله نگاه بکنیم که بگیم بله شاه آمده بودش یک حقوقی رو به زنان داده بود، جمهوری اسلامی آمدش این رو گرفتش. خب مشخصه وقتی یک حقوقی رو همینجوری بخشنامه‌ای به مردم بدن، خود مردم درکی ندارن ازش. واقعا زنای ما درکی داشتن از حقوق خودشون نداشتن که، برای همین راحت دادن رفت. الان نگاه میکنن میبینن چه کلاهی گشادی سرشون رفته، تازه الان دارن حقوق خودشون رو میفهمن. همین رو اجازه بدید همین مسئله رو من با خانم برومند مطرح کنم، چون خانم برومند هم به همین نکته در ابتدای بحث اشاره کردن که یکی از نتایج 42 سال حکومت رهبران مذهبی بر ارکان حکومت در ایران همین مسئله بود که خود شما هم گفتین خانم برومند، که مردم به یه سری از حقوق خودشون آگاه شدن و فهمیدن چیه. نظرتون رو در مورد فرمایشات آیت الله معصومی بفرمایید لطفا. بنده موافقم. ببینین اصل ولایت فقیه و ادعای خمینی در همون روزهای اول در بهمن ماه وقتی که سخنرانی کرد صریحا به مردم گفت، حالا اینکه مردم نمیخواستن گوش بدن یا شعور سیاسی نداشتن یا فرهنگ سیاسی در ایران خیلی ضعیف بود، اون یه بحث دیگری است، ولی گفت من رو خدا تعیین کرده به یک شکل و حتی اگر حالا مردم من رو به رسمیت شناختن، در واقع مشروعیت اصلی حکومت من به خاطر اینه که منصوب خدا هستم. و به همین دلیل هم به هیچ وجه آقای خمینی حاضر نشد که با بختیار مذاکره کنه. چرا؟ برای اینکه دکتر بختیار بهش گفت خیلی خب شما اگر ادعای سیاسی دارید تشریف بیارید مثل بقیه کاندیداها اینجا حزبتون رو راه بندازید و در انتخابات شرکت کنید و اگر مردم به شما رأی دادن اون وقت من تعظیم میکنم و میرم کنار. و این رو به بقیه هم به همین شکل گفت. متاسفانه اون موقع سطح شعور سیاسی کل جامعه ایران و به ویژه روشنفکراش که بیشتر مجذوب مارکسیسم یا دکترین‌های شبه مارکسیستی اسلامی بودند، به هیچ وجه این برخورد و به اصطلاح تضادی که بین دکتر بختیار و آیت الله خمینی بود اون موقع نفهمیدن. تنها کسی که فهمید خود دکتر بختیار بود و حتی قبل از رفراندوم جمهوری اسلامی هم از در حالی که مخفی بود پیامی به مردم ایران فرستاد که خواهرا برادران من، شما به چی میخواین رأی بدین وقتی به شما محتوای این نظام رو اصلا روشن نکردن؟ منتها آقای خمینی یک زیرکی سیاسی استثنایی داشت و با اون بیعتی که خانم گفتن که درست هم گفتن، در واقع مردم رو کشید به طرف صندوق‌های رأی و با رأی دادن به یک مجهول مردم پذیرفتن که خمینی قیم اونهاست و بر اساس اون رأی که از نظر تاریخی
شاید یکی از تراژیک‌ترین رأی‌هایی بوده که مردم ایران دادن. بر اساس اون رأی خمینی تونست این قیم بودن ملت ایران رو تایید کنه و به کرسی بنشونه و به همین ترتیبم بعد دیگه دیر شد. بعد از اون رفراندوم دیگه دیر شد برای اینکه حتی برای انتخابات مجلس خبرگان اینها هیچ وقت اعلام نکردن، ولی از 90% شرکت در انتخاباتی که برای رفراندوم بود به 50% سقوط کرد برای انتخابات مجلس خبرگان. یعنی 40% مردم دیگه اطمینانشون رو از دست داده بودن و ما وارد یک بازی نظام انقلابی شبه کمونیستی اسلامی شدیم که کنترل از دست مردم خارج شد. بی نهایت متشکرم آقای رجبی. تمام این بحث ها به جای خود درسته، اما وقتی به کف خیابون بریم با نسل جوانی که فالوور شما در اینستاگرام هستن، در شبکه‌های مجازی هستن، هورا میکشن وقتی کسی مثل شما پرچم ایران رو بالای یک سکوی قهرمانی میبره، اونا میگن آقا ما اصلا با این بحثای فلسفی کاری نداریم، که ما میخوایم آزاد باشیم، میخوایم عاشق شیم، میخوایم دست دوست پسرمون دوست دخترمون رو بگیریم در خیابون قدم بزنیم، میخوایم برقصیم، میخوایم شادی کنیم. تک به تک اینایی که من عرض کردم الان جرم در ایران محسوب میشه. به راستی واقعا این حکومت با این ساختاری که آقای آیت الله مسعود زیر سوال میبرن ساختارشو، میتونه این آزادی ها رو برای مردم ایران تامین کنه؟ جوان ایرانی، جامعه امروز ایران که اکثرش جوان هستن، چگونه میتونه تعامل کنه با چنین حکومتی؟ بذارید اینجوری شروع کنم. ببین، استبداد یک بچه‌ای داره به اسم خرافات و این خرافات حضورش باعث بقای این استبداده. حالا از چه طریقی میتونن اینها خرافات رو اشاعه بدن؟ از حضور غم و اندوه در کشور. 42 سال تلاش کردند که غم رو تزریق کنن در این کشور. شما نگاه کنید، هر شهری که ما در ایران میریم برای سیاحت، برای تفریح، قبر هست. این در واقع فرهنگ قبر پرستی، فرهنگ مرده پرستی، فرهنگ غم و اندوه رو تونستن در این 42 سال به بالاترین حد خودش برسونن. جدای از اون، ما برگردیم، تنها جشن‌هایی که از جشن‌های ایران باستان مونده تماماً فقط اونها هستن که شادی رو برای ما دارن، مثل نوروز، مثل مهرگان، مثل تیرگان، مثل جشن چهارشنبه سوری، مثل یلدا، تماماً اینها فقط هستن که شادی دارن. اما اینها 40 روز اربعین و سفر اندوه، ناراحتی، 30 روز در ماه رمضان کشور راکت میشه، غم، اندوه، از اون بر ایام فاطمیه رو دارن، سراسر گریه و زاری. و ببینید، حضور این اندوه و غم باعث میشه اون جوون دیگه نتونه تلاش کنه، نتونه تفکر کنه. حضور، یعنی در واقع این حکومت مانع شادی برای این مردم شد. اونها میدونن در فضای شاد، در فضای آزاد این آزادی رو به دست میارن و جوونا فرصت تفکر و تأمل دارن. خطره براشون، اینها تزریق میدن، اینها باعث گسترش این غم و اندوه میشن، چون میدونن از این طریق میتونن خرافات رو رواج بدن و حضور این مسئله باعث استبداد. جوان بچه کار کنه در همین شرایط میتونه با این حکومت تعامل کنه در این فضای غم زده که شما میگید، علارغم اینکه خودش دنبال شادمانی و جوان امروزی باید بر اساس در واقع دنیای امروز اون در واقع ایندیویدوالیسم و اون تفکر فردیش رو ببره بالا، بتونه خردگرا بشه، بتونه خودش رو از اون منجلاب بیاره بیرون و خودش رو تکثیر کنه. بسیار متشکرم. حاج آقا بذارید به مصاحبه اخیری که خود شما انجام دادید با شبکه 12، کانال 12 تلویزیون اسرائیل اشاره کنم، چون یک بحثی رو مطرح کردید که بسیار بحث مهمی و این که واقعا این دشمنی که جمهوری اسلامی به نام ایران با اسرائیل به راه انداخته بارش رو بر دوش مردممون گذاشته، همونجور که خود شما هم اشاره کردید این دشمنی نابجاست. اما واقعیت اینه که این بار رو دوش ما مردمه، قیمت و هزینش رو ما مردم ایران، میلیون ها ایرانی پرداخت کردن در این سالها. بیشتر از خود شما بشنویم که محتوای اون مصاحبه چه بود و چرا شما دشمنی با اسرائیل و آمریکا که محور اساسی سیاست خارجی 42 ساله گذشته حکومت ایران هست رو به رسمیت نمیشناسید. والا این حرف جدید که نیست، منتهات الان دیگه یه مقداری علنی تر شده. من 20 ساله دارم این حرف رو میزنم، تا کسی گوش نمی کنه. حالا ولی واقعیتش اینه، اصلا هیچ معنا و اساسی نداره مسئله اسرائیل و دشمنی ما با اسرائیل و یک تضادی توی قضیه هست. اینا از یک طرف میان میگن ما با
صهیونیست مشکل داریم، با یهودی ها مشکل نداریم. ولی وقتی که مثلا یه کسی مثل من میام در رابطه با یهودی ها و حقوق یهودی ها صحبت میکنم، آقایون خودشون نمیاد. خب چرا؟ اگر شما با یهودی ها مشکل نداری، به چه دلیل هستش که شما ناراحتید از این که مثلا یه کتابی در رابطه با یهودی ها نوشته بشه؟ به چه دلیل؟ این مسئله مقاومت رو که اینا راه انداختن، خاصیتش برای ملت ایران اصلا چی بوده تا الان؟ به ما چه ربطی داره که مگه اونها اصلا کاری دارن که الان مایی که توی تهران گرفتیم نشستیم شکممون سیره یا شکممون گشنه است؟ اموراتمون داره میگذره یا اموراتمون نمیگذره؟ وقتی کاری ندارن، ما باید به چه دلیل اینجا بیاییم برای یک سری افراد دیگه کاسه داغتر از آش بشیم، از جیب ملت بزنیم که بخوایم در حلق یک سری افراد دیگه برسیم که مردم ما بیشتر از هر کسی محتاجه؟ آقای معصومی خیلی عذرخواهی میکنم، بذارید من، شاید این سوال بسیاری از ما مردم ایران باشه، من نمیدونم در حوزه علمیه، خیلی اما خب حوزه علمیه رو ندیدیم یا در دروس مذهبی نبودیم، چی تو تفکر آقایون هست در فقه شیعی که با اسرائیل دشمنی میکنه؟ این برمیگرده به حوزه؟ یعنی ریشه این دشمنی با اسرائیل در حوزه بعد پیدا شه یا در بیت آقای خمینی و خامنه ای؟ نه، این توی حوزه شما باید ریشه‌ش بگید، مربوط به شیعه هم نیست. این یک مسئله ای هستش که یه خود تفکراتش گسترده تر از شیعه هست. قبل از اینکه این آقایون بخوان بیان متولی بشن، خود سنی ها بودن که متولی این داستان ها بودن. این ربطی به شیعه نداره، به این حکومت هم مربوط نیست. یه مشکلی هستش که مربوط به تفکر اسلامی. ببینید آقا، مشکل اینجاست، خیلی راحت و سریع بگم، که در قرن‌های اول یک عده‌ای آمدن رفتن، کشورگشایی کردن و به ادیان دیگه تعدی کردن، به معابدشون تعدی کردن، اونجا رو آوردن مال خودشون کردن و حالا هم خودشون رو به حق میدونن. این رو از خود کشور اسلامی، اونهایی که میخوان مسائل رو با دین و مذهبشون بسنجن، بیان ببینن آقا این کارایی رو که در صدر اسلام انجام داده شده مبناش درست بوده. بچه من والا قرآن رو هرچقدر زیر رو کردم چیزی پیدا نکردم، برعکسش رو تازه دیدم، که ما حق نداریم به معابد دیگران دست اندازی بکنیم. اینی که ور میدارم مسجد عمری واسه من توی دمشق درست میدارم، این کلیسا بوده، به چه حقی رفتن گرفت؟ کار درستی کرده بودن؟ نه آقا، کار درستی نکردن. اینی که حالا ما در قرن 21 هستیم که الان یک کسی مثل آقای اردوغان سر در میاره، باز دوباره مسجد میره که مسجد ایاسوفی که کلیسا بودش در زمان اون حکومت لایک تبدیل به موزه کرده بودن، باز دوباره آمده مسجدش کرده که خودش رو پرچم‌دار اسلام بکنه. ببینید آقا، ما گرفتار یک سری اشتباهات تاریخی که قدیمی‌ها کردن شدیم، نمیخواییم هم قبول کنیم که آقا اونها اشتباه کردن. بله، بسیار متشکرم از شما. به هر حال بار این اشتباه آقای رجبی رو دوش ما مردم ایران امروز، بخشیش رو دوش خود شماست که اگر بری در تشک مسابقه با یک ورزشکار اسرائیلی با هزار مشکل مواجه میشه. اصلا سیستماتیک کاری میکنن که شما در مقابل یک ورزشکار اسرائیلی نباشی با باختن اجباری. این رو چگونه ارزیابی میکنی؟ یعنی چه فشاری این دشمنی ایدئولوژیک یا این سیاست زدگی در ورزش ایران برای قهرمانان ایرانی به همراه داشته؟ ورزش در جمهوری اسلامی ورزشی که نوید افکاری ها رو میکشه و اعدام میکنه، متاسفانه. ورزشی که 42 ساله نیمی از جامعه اون رو، یعنی زنان اون رو، محروم کرده از رفتن به ورزشگاه، از دوچرخه سواری، از شنا، شیرجه و خیلی از رشته هایی که الان شما تو غرب نگاه کنید، دختران غربی در این رشته ها در المپیک مدال ها درو میکنن. این ورزش جمهوری اسلامی، من بارها گفتم، این ورزش ایران نیست، ورزشی که سیستماتیک داره دور باطل میزنه.
هیچ فرقی نداره که در اون رأس اون چه کسی باشه، رئیس فدراسیون چه کسی باشه، هیچ فرقی نداره. تمام اینها در نهایت وصل میشه به بدنه سپاه و در نهایت بدنه سپاه هم تصمیم گیرنده نهاییش که شخص خامنه ای هست. برای همین نه قانون نوشته ای هست برای مسابقه دادن یا ندادن با اسرائیل، به خاطر این ورزشکار مجبوره، ورزشکار هم از سرمربی و مربیش دستور نمیگیره، سرمربی هم از رئیس فدراسیون دستور نمیگیره، این به مراتب همینجوری میره بالا. در نهایت یک شخص همونجوری که تجویز میکنه واکسن وارد نشه، تجویز هم میکنه با اسرائیل مسابقه ندید، در پی پیامد اون هم نیستش که چه اتفاقی برای ورزشکار میفته، عمر ورزشی اون تلف میشه و تمام داشته هایی که داشته به خاطر یک ایدئولوژی منسوخ و متحجر قراره برباد بشه. بسیار متشکرم خانم برومند. این ورزش همونجوری که ایشون فرمودن، آقای در حقیقت رجبی فرمودن، برای زنان هم این تبعیض رو میبینیم. این تبعیض در مورد زنان بسیار گسترده است، یعنی به عمر این 42 سالی که از حکومت اسلامی میگذره میشه انگشت گذاشت روی هر نقطه ای از اون و تبعیض علیه زنان رو دید. این تبعیض آیا با اون کرامتی که آقای خمینی مدعی اون بود یا این مقام والای کرامت انسانی که آقای خامنه ای مداوم از اون صحبت میکنه، کرامت اسلامی انسانی زنان، هیچ تناسب و همخوانی داره؟ بستگی داره که شما کرامت انسانی رو چجوری تعریف کنید. در نظر آقای خمینی و آقای خامنه ای کرامت انسانی اون وقتیه که شهروندان ایران مبدل بشن به بندگانی که به صورت مطلق فرمانبردار ولی فقیه هن که خودش جانشین خداست در روی زمین. به همین دلیل از نظر اونا ممکنه باشه، ولی از نظر زنان ایران و از نظر ملت ایران، خب اینها در واقع یک از همون روز اول خمینی به جامعه ایران و به ملت ایران اعلان جنگ کرد و تو این 40 سال هم حکومت به ضد مردمش داره می جنگه. در این جنگ در صف اول زنان بودن که مورد حمله قرار گرفتن و تمام حقوقشون نفی شد و تبدیل شدن به شهروندان درجه دو و از همه حتی پایه‌ای ترین حقوقی که مردا هم در جمهوری اسلامی ازش بهره مندن اونا محروم شدن. یکی از دلایل که این جور سیستما اینطور کار میکنن اینه که بین طبقات تفاوت قائل میشن و یک گروهی رو برای یک گروه دیگه حاکم میکنن و با این کار به حکومت خودشون تداوم میبخشن و با دادن یک سری امتیازات به زنان، به مردان، به شوهران، به پدران، به برادران در برابر زنان، اینها در واقع بخشی از جامعه رو بهشون رشوه میدن که از این و اینکه بتونن دو تا چند زن بگیرن بتونن حکومت خودشون رو تداوم ببخشن. به همین دلیل هم اینجا نقش مردا خیلی مهمه که از این امتیاز بگذرن و با زنان و خواهران و دختران خودشون همبسته بشن و وایسن و بجنگن. مثل حرکت حجاب خودش از این بابت خیلی مهمه که مردها کنار زنهایی که در خیابون کشف حجاب میکنن بیستن و از اونها بسیار سپاسگزارم. خانم سپهری، آیا اونجوری که آیت الله معصومی همین الان اشاره کردن که در سطر اسلام فاتحان با بارگاه ها و معابد ادیان دیگر چه کردند، آیا امروز هم جمهوری اسلامی با آثار ابنیه تاریخی و باستانی ایران این کارو میکنه، یعنی مسیر اسلامیزه کردن رو پیشه کرده؟ صد تمام هویت ما ایرانی ها رو از ما گرفته. جمهوری اسلامی یک حکومت تمامیت خواه هست، یک ایدئولوژی داره که باید تمام ملت طبق ایدئولوژی اونا رفتار کنن، در حالی که ما از زمان داریوش و کوروش و اونها بودن که به تمام دنیا اعلامیه حقوق بشر از ایران نوشته شده و داده شده به دنیا، در حالی که میاد آقای خامنه‌ای ما رو بر اساس 1400 سال پیش که من همونم قبول ندارم، من میگم سلیقه خود آقای خامنه‌ایه. حتی در زمان پیامبر هم به این ظلم های اینها دارن روا میدارن و میگن ما داریم دقیقا بر اساس 1400 سال پیش رفتار میکنیم. نیست، من به شخصه دارم نظرم رو میگم، جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژی و تمامیت خواهد و نمیخواد بر اساس
سلیقه خودش میخواد رفتار کنه. بسیار از شما سپاسگزارم. حاج آقا معصومی، شما چه فکر میکنید؟ اساسا هویت ایرانی چه خطری برای رهبران جمهوری اسلامی داره که به دنبال نفی اون و جایگزینی اون با هویت اسلامی هستند؟ ببینید آقای آقازمانی عزیز، مسئله این هستش که دو دیدگاه توی این مسئله تحقیده. یک بخش سنتی هستش که خب اون بحثشون بحثه این هستش که خب قبل از اسلام ایرانی ها آتش پرست بودن، یه همچین تصورات غلطی بودن. این یه بخش که تو بخش سنتی هستش. ولی این هایی که یه مقدار سیاسی کار هستن، این ها یک جوری مخالفتشون به دلیل این هستش که توجه رو مردم جلب میکنن به اون بخش، سر مردم یه طوری گرم میشه، قصد سرگرم کردن مردم. اینا اگر لازم باشه مسئله حجاب رو حل بشون کنن. در شیعه، آخوند شیعه رو من بهتر از شما میشناسم. اگر به خاطر آقای خمینی که آمد شطرنج رو گفت بنابر فرض مذکور بلا مانع است، اوزون گرون رو هم گفت بلا مانع است، شما مطمئن باش که لازم اگر باشه مسئله حجاب رو هم اینا میگن اشکالی نداره، مسائل چه میدونم روابط پسر و دختر با هم هیچ اشکالی نداره. ولی الان لازمش این هستش که مردم رو سرگرم همین قضایی ها بکنن که دنبال مسئله آزادی سیاسی، دنبال آزادی بیان، دنبال دموکراسی نباشن. هرچی حد اقلی بخوان مردم به نفع حکومت هست. خیلی ممنونم، اجازه بدید چون وقت خیلی عذرخواهی میکنم چون خیلی وقت کوتاهی داریم و من سوالات بسیار مهم دیگری هنوز دارم. آقای رجبی، همین شرایطی که آیت الله معصومی بهش اشاره کردن باعث شده که بسیاری جوانای ایران آیندهشون نه در داخل ایران، در خارج از ایران بجوین. موج پناهجوها رو داریم، آواره ها رو داریم، فرار مغزها رو داریم. میبینید وضعیت رو میبینیم دیگه، میلیون ها ایرانی از ایران خارج شدن و میلیون ها ایرانی میخواهند از ایران خارج شن. این چگونه است؟ آیا واقعا با جمهوری اسلامی میشه در ایران یک جوان ایرانی به خواسته خودش برسه؟ ببینید، قطعا تا زمانی که جمهوری اسلامی حضور داره خیر. جواب خیلی واضحه. یه فلش بکی بزنم، برگردم از اول انقلاب شروع کنم و با پافشاری های شخص خمینی و در واقع شروع جنگش با ایران و عراق، چه بسیار جوانهایی که فرستاد روی مینو کشته داد. از اون ور رفتیم وارد دهه 70 شدیم، رفتن سراغ دانشجویان عزیزمون، فرهیختگان، رفتن کوی دانشگاه، از بالا پشتمون پرتشون کردن و مغز اونها رو متلاشی کردن. بعد اومدیم در دهه 80 دیدیم که ندا آقا سلطان ها و سهراب اعرابی ها رو کشتن. هر کسی که، هر شخصی که امروز اگه بود پرچمدار آزادی ما بود. و بعد در دهه 90 دیگه در اوج کشت و کشتار این رژیم، از دیماه 96 بگیر تا هواپیمایی اوکراینی بگیر تا بیایم به آبان 98 که نقطه عطف اونها بوده که دیگه به نوجوانها و نیکیتاها و 14 ساله ها هم رحم نمی کردن. پس این چرخه باطل ادامه داره تا زمانی که اینها حضور دارن. یک نکته خیلی مهم میرم که استاد عزیز فرمودن اینجا، من بر این باور هستم که ما باید بریم سراغ ریشه ها. در واقع ما نباید تمرکزمون، حواسمون پرت یک سری آزادی های حد اکثری بشه. ما باید دنبال آزادی سیاسی باشیم. البته منظورتون احتمالا آزادی های حد اقلی بود، چون آزادی حد اقلی چیزیست که هممون به دنبال آزادی حد اکثری گفتن، نه آزادی حد اقلی. میدونم که خانم برومن حرف بسیار برای گفتن وجود داره خصوصا در این حوزه، ولی من میخوام از شما اجازه بگیرم مقداری از وقت شما رو به خانم سپهری بدم با توجه به نامه‌ای که اخیراً به امضای سرکار خانم سپهری و گروه دیگری از آزاداندیشان ایرانی از داخل ایران خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پرزیدنت بایدن نوشته شده. خانم سپهری، شما حل مسئله ایران رو در پناه آزادی ملت ایران تلقی کردید. مشخصا میخوام بدونم فکر میکنید چگونه بایستی به این فرجام به فرجام رسوند این کابوس 42 ساله رو؟ چگونه بایستی از این شرایط رد شد؟ نامه‌ای که شما امضا کردید تأکید میکنه بر رعایت حقوق بشر و آزادی همه زندانیان سیاسی. آزادی زندانیان سیاسی چه تحولی در همین امروز ایران میتونه ایجاد کنه؟ با متحد شدن تمام ملت و دادخواهی مادرانی که فرزندانشون رو در این 42 سال از دست دادن،
همه با هم متحد بشیم و در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه نیاییم. جمهوری اسلامی در این 42 سال پررو‌تر، وقیح‌تر، بی‌رحم‌تر و هرچی از دستش برآمده بر ملت تحمیل کرده. و ما تا خودمون مطالبه نکنیم حقمون رو، اوضاع همینه. الان تمام ملت در این 42 سال یا به دست جمهوری اسلامی اعدام شدن یا در زندان‌هایم یا آواره شدن. و ما از دنیا می‌خوایم اگر جمهوری اسلامی کسی رو در خارج از کشور می‌فرسته، در داخل کشور کسی مدعی میشه که با اصلاحات میشه جمهوری اسلامی رو اصلاح کرد و درست کرد، باید ازش بخوان که توضیح بده. چون در این 42 سال مهره به مهره عوض کردن و مردم رو سرگرم کردن و گول زدن و گفتن بذاریم بین بد و بدتر بهتر بیاد. من به سهم خودم میگم، من به سهم خودم میگم که ما ملت باید در همه زمینه ها به پا بخیزیم، از رأی دادن، از اتحاد، از هر کاری که میتونیم با جمهوری اسلامی مقابله کنیم و تا خودمون بلند نشیم کسی به داد ما نمیرسه. وقتی که ما بایستیم شاید دنیا هم به ما توجهی بکنه. حالا دولت جدید آمریکا هست، دنیای آزاد هست، حقوق بشر هست، بیان به داد ما برسن. و هر کس از جمهوری اسلامی در خارج از کشور میاد، اهم از عراقچی هست و ظریف هست، هر کسی هست، اینا نماینده ای ملت ایران نیستن. اینا رو از ارزش اینا رو دیگه بیارن پایین، دیگه اینا رو دیگه قبول نکنن، اجازه ندن، اینا رو نپذیرن و به داد ما برسن و خودمون ملت دست به دست هم بدیم و از جمهوری اسلامی باید عبور کنیم. تا عبور نکنیم ما اوقات خوشی نخواهیم داشت. گذشته ما که خراب شد، تباه شد، آینده فرزندان ما هم تباه خواهد شد. چه افرادی در داخل زندان ها الان بدون گناه، بدون گناه دارن زندانی میکشن، مریضن، بیمارن، بدون هیچ گناهی دارن اونا رو نگه میدارن و امروز و فردا میکنن تا ببینن ملت چه کار میکنه. ملت باید به فارغ بگیرن. بسیار سپاسگزارم. آقای آیت الله معصومی، نظر شما رو هم بدونیم، چگونه جامعه جهانی باید به چنین اراده و خواسته ملی، این چنین خواسته ای که در حقیقت به سمت یک دموکراسی یا یک سکولار دموکراسی پیش میره، حمایت کنه؟ نظر شما چه؟ فکر میکنید چگونه دنیای آزاد، حالا پرزیدنت بایدن هست یا مقامات اروپایی یا مقامات دیگر جهان، بایستی پشت مردم ایران بایستند؟ دقیقا به نظر من این کسایی که زینفوذ هستند در خارج از کشور میبایست که پشت مردم بایستند. ولی ببینید یک مسئله هم اینجا هست. اون این است که ما مردم هم باید تکلیفمون رو روشن بکنیم، یک صدایی رو به خارج از کشور برسونیم که اونها بتونن روش تمرکز کنن. ببین ما الان ده ها صدا داریم میگیم، هر کسی یه ساز میزنه، هر بخشی یک بیانیه میده. جدای از اینکه مردم سرگیجه میگیرن، اون کسایی هم که تو خارج نشستن و زیرنفوذ هستن اونا هم سرگیجه میگیرن، نمیدونم باید با کی طرف شد. تکلیف بعد از این نظام باید مشخص بشه. فقط رفتنش که نیست، ما باید ببینیم بعد از این نظام باید چکار. ما توی تئوری خیلی راحت میشینیم، خیلی راحت میگیم که بله اینا برند و بیاییم و یه انتخابات آزادی رو میگذاریم و مسئله تمام میشه، میره پکارش. ولی این سادگی ها که نیست، خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. صحبت این هستش اول ما باید خودمون تکلیفمون رو مشخص بکنیم، بعد از خارجی ها انتظار داشته باشیم که از ما حمایت بکنن. مسئله اینجاست که ما هر کدوممون الان یه بود رهبریم و انتظار دارم آقای بایدن بیاد از بنده مثلا حمایت بکنه، اونم نمی کنم چی کنم. بی نهایت سپاسگزارم از لطفتون. خانم برومن، صدای فعالان داخل کشورمون رو چگونه باید به گوش جهان رسوند؟ به هر حال یک وظیفه به دوش نیروهای فعال خارج از کشور هست. این وظیفه رو چگونه ارزیابی میکنید توی شرایط حساس کنونی؟ والا شهر فعالین حقوق بشر خارج از کشور تا اونقدری که در توانشون هست سعی میکنن این صداها رو به گوش جهانیان برسونن. و من اتفاقا موافقم با آقای معصومی که یه بخشی از کار هم مال خود ماست. یعنی
میدونین یکی از مهمترین کارهایی که مردم ایران میتونن بکنن و هزینه خاصی هم براشون نداره عدم شرکت در رای گیری های جمهوری اسلامی است. هر کاری که فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی در داخل و در خارج کشور میکنن مثل یه رشته‌ایه که با رای دادن مردم پنبه میشه. درسته که میگن که شما اگرم رای ندید اینها دروغ میگن که تعداد زیادی رای دادن، اما در این زورآزمایی که الان در جریان بین جامعه ایران و حکومت جمهوری اسلامی، خود مسئولان جمهوری اسلامی میبینن که چقدر شرکت در انتخابات کم میشه و متوجه میشن که در این زورآزمایی جامعه داره متحد میشه ضد اون و این در ریزش طرفدارای جمهوری اسلامی و مسئولان و سست کردن و متزلزل کردن روحیه اونها خیلی موثره. به همین دلیل من هیچ وقت نفهمیدم چرا مردم ایران میرن رأی میدن برای کاندیداهایی که خودشون انتخاب نکردن و میرن داوطلبانه از خودشون سلب صلاحیت میکنن در تعیین سرنوشت خودشون، و این درست شبیه یک نوع اعترافگیری اجباری در سطح جامعه جمعی است. مگر شکنجهگر به کسی که میخواد ازش اعتراف اجباری بگیره چی میگه؟ میگه که اگر قبول کنی این اعتراف نامه رو امضا کنی حکمت میاد پایین. خب این دقیقا همون کاریه که جمهوری اسلامی در رابطه با انتخابات با کل جامعه داره میکنه. جامعه باید آگاه بشه و واکنش نشون بده و این کار ما رو در خارج از کشور خیلی ساده تر خواهد کرد. بسیار سپاسگزارم ازتون آقای رجبی. خیلی کوتاه، به هر حال بار این مبارزه رو دوش نسل جوان آقای آیت الله معصومی هم اشاره کردن که مردم باید پا به میان بگذارن، حرکت کنن تا جهان از اونها حمایت کنه. جامعه جوان ایران چه وظیفه‌ای به دوششه؟ همین البته من یه نکته کوچیک بگم، بعد از اتفاقات 96 دیگه مردم در این انتخابات اخیر نشون دادن که رأی نمیدن و من فکر کنم در 1400 هم این کار رو خواهند کرد. به یک امیدواری واقع بینانه باید برسیم. ببینید آقا زمانی عزیز، ما یک بار واقعا بیشتر زندگی نمی کنیم، باید برای این یک بار بجنگیم و سعی کنیم ایستاده زندگی کنیم. کاری که امروز ما میتونیم بکنیم اینه که جوانها رو سیاسی بکنیم. در واقع از این واژه سیاست و سیاسی بودن نترسن، فکر نکنن ترسناکه، فکر نکنن چیزیه که میاد میخوردشون، نه، یعنی اینکه دغدغه سیاسی داشته باشن، دغدغه اجتماعی داشته باشن، بتونن ظلم رو بفهمن و در مقابلش ایستادگی کنن و فریاد بزنن. یک نکته دیگه هم بگم در مورد اتحادی که دوستان گفتن، بر این باور هستم که میتونن افراد نظر مستقل داشته باشن، اما یاد بگیریم کنار هم بتونیم بشینیم تعامل کنیم برای یک هدف مشترک، اون هم براندازی. بی نهایت سپاسگزارم سام رجبی، قهرمان پیشین ملی پوش کشورمون و همچنین فعال سیاسی که اینجا در این استودیو با من همراه بودید. همچنین کمال قدرشناسی و سپاس رو دارم از سرکار خانم فاطمه سپهری، از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره، خواهان استعفای علی خامنه‌ای، انحلال قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد از مشهد در کشور عزیزمون ایران، همچنین جناب آیت الله معصومی تهرانی، شخصیت متنفذ مذهبی منتقد رژیم ولایت فقیه در شهر تهران پایتخت کشورمون ایران، و همچنین ممنونم از سرکار خانم لادن برومند، از مؤسسان بنیاد دکتر عبدالرحمن برومند که از واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا ما رو در برنامه امروز همراه کردید. از شما هم که به تماشای صفحه دیگری از شطرنج سیاست و تاریخ نشستید سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار.